نیروهای امنیتی در نبرد ولسوالی و کمری بادغیس منابع مالی طالبان مسلح را مسدود ساختند. این نبرد به گونه مشترک پیش می رود و وارد پنجمین روز خود شده است. مقام های محلی بادغیس می گویند در یک هفته که این عملیات آغاز شده بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند و حدود 15 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. همکارم گزارش می دهد. نبرد بی پیشینه در ولسوالی آبکمری بادغیس هنوز خاموش نشده است. پیشروی ها برای بیرون راندن طالبان از سایه آبکمری ادامه دارد. مسئولان ارتش ملی در این ولایت میگویند هدف اساسی این عملیات مسدود ساختن منابع مالی طالبان است و نیروهای امنیتی تا حالا بیشترین منابع مالی این گروه را در این ولسوالی مسدود ساختند. سخنگوی ارتش ملی در این ولایت میگوید طالبان مسلح از جنگل پسته و زمین های زراعتی مردم بیشترین سود را میبرند. ما خواستیم که اینمی منابع مالی طالبان را قطع کنیم که همین پسته ها و زمین های زراعتی از پیش از اونا گرفته شود و فعلا عملیات ما در بند خزک است که اینمی هدف آخری ماست که همین روزم عملیات شدید در اونجا اجرا دارد و طالبان در حال عقب نشینی است. فقط ما اینمی بند که مهمترین بند است که از اینجا منابع مالی طالبان تمدید میشن، ما اینمی بند را بگیریم دیگر طالبان دستشان از این مناطق کوتاه میشن. سخنگوی نیروهای اردوی ملی در بادغیس میگوید در نتیجه این عملیات بیش از 20 طالب مسلح کشته شدند و حدود 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. این نبرد سنگین تحت نام نبرد ابرمردان شروع شده است که در آن بر علاوه نیروهای امنیتی نیروهای خیزش مردمی نیز حضور دارند. از روز اول تا حالا 25 نفر اینا کشته دادند و 10 نفر دیگه هم اینا زخمی دارن، شدید زخمیش هم شدید است که دیروز میخواستن بعضی هاشون از قلاینه و مرکز ولایت بادغیس طرف هرات برای تداوی انتقال بدن که خوشبختانه اونا توسط پلیس نظامی اردوی ملی اینا دستگیر شدن و در داخل قرارگاه لواء انتقال داده شدن. آنگونه که مسئولان محلی این ولایت میگویند نیروهای امنیتی تا بند خزک که مهمترین پایگاه طالبان مسلح در آبکمری بادغیس است پیش رفتند. معاون والی بادغیس تاکید میکند که هدف نهایی این عملیات رسیدن به منطقه ای است که یکی از منابع مهم و مسیر عبور لین برق ترکمنستان به بادغیس میباشد. نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا همه روستاهای ولسوالی آبکمری را از وجود شورشیان مسلح پاکسازی کنند. نقاطی که مربوط ما بود و اهداف داشتیم اونا را گرفتیم، مثلا مصروف استقامات هستیم که ما بتونیم اونجا پوسته های ایجاد کنیم، مثلا مصروف از همین گپ هستیم، ولی اطراف اکناف از اون منطقه گاهی وقتی تو اتفاقات میفته و تو گاهی هست، ولی در کل نقاطی که مربوط ما بوده ما گرفته و کمک دولت رو گرفت. این عملیات به دنبال آن آغاز شده است که ولسوالی آبکمری اخیراً گواه ناامنی های زیادی بوده. طالبان مسلح با استفاده از پسته و زمین های زراعتی گروه های خود را در این منطقه تقویت می کردند. به دنبال این عملیات قرار است در نقاط کلیدی ولسوالی آبکمری پسته های امنیتی ایجاد شود.